من نازنینم. امروز میخوام براتون یه قصه بگم به اسم سیرک کدو حلوایی و رویاهای فراموش نشدنی. توی سیرک کدو حلوایی پسری زندگی میکرد به اسم باران. بابا و مامان باران دلغک بودن، با دماغای پلاستیکی قرمز، مژه‌های ریمل زده و لبایی که رژ گوجه‌ای داشتن. باران هم پسر خوب و آرومی بود. پسرای بازیگوش مدرسه میگفتن باران یه جورایی شبیه دختراست و مسخرش میکردن. برای همین باران هیچ دوستی نداشت. همیشه تنها بود و از مدرسه که برمیگشت سیرک میچپید توی اتاق کوچیکش رو به گلدونای شمدونی شاب میداد. روی پاچه‌های سفید گلدوزی میکرد. برای گنجشکا دونه میپاشید. یه روز که روی چمنا دراز کشیده بود صدای پاره کردن کاغذ شنید. اون طرف پشت یه درخت دختری که شلوار جین پیشبندی پوشیده بود و موهاش کوتاه کوتاه بود کاغذای دفترش رو میکند و ریز ریز میکرد. باران خجالتی سمت دختر رفت. دخترک داد زد: چیه؟ تو دیگه چی میخوای؟ من؟ هیچی، ببخشید. داشتی زاغسیای منو چوب میزدی ها؟ نه نه، اشتباه میکنین. فقط دیدم دارین عصبانی دفترتون رو پاره میکنین، گفتم شاید بتونم کمکی بکنم. من تو همین سیرک کدو حلوایی زندگی میکنم. دخترک اسم کدو حلوایی رو که شنید آروم و خوش اخلاق شد. راست میگی؟ من عاشق کدو حلوایی و سیرکم. خوش به حالت، تو جای جالبی زندگی میکنی. همیشه هم جالب نیست. یهو از خواب بلند میشی میبینی یه بندباز داره بالای سرت روی یه طناب را میره، یا شعبده باز خواسته سر به سرت بذاره، کلی آتو آشغال از سوی کلاهش در آورد ریخته سرت. دخترک قشقش خندید. باران پرسید: اسم شما چیه؟ من بارانم. پریسا. باران شکلات عسلی خوشمزه ای رو که رقاص سیرک بهش داده بود به پریسا داد. چرا دفترتو پاره میکردی؟ پریسا گفت: برای مدرسه داستان نوشته بودم. معلمم گفته بود دوست دارین چه کاره بشین؟ رویاهاتون رو بنویسین. خب، نوشتمش. اولش تو خونه بابام و داداشم بهم خندیدن. تو مدرسه هم خوندم، همه خندیدن بهم. اعصابم قاطی پاچی شد. چرا خندیدن؟ آخه میگن من مثل بقیه دختر رو فکر نمی کنم. باران گفت: مگه دخترها شکل خاصی فکر میکنن؟ بعد چونهاش انداخت بالا و گفت: به منم میگن شبیه پسرای دیگه نیستم، ولی بابا و مامانم بهم گفتن هر جوری دوست داری باش. پریسا گفت: خوش به حالت. ببین، مثلا من یه شغلایی رو دوست دارم که میگن برای دخترها نیست. دوست دارم راننده یه تریدی 18 چرخ بشم. از بوی بنزین و روغن ماشینم خوشم میاد. برای همین مکانیکی رو هم دوست دارم. این که خیلی خوبه. پریسا تو هوا مشت کوبید. توی ورزش هم عاشق بوکسم. اما مامانم میگه تو خوشگلی. بوکس بری دماغت میشکنه، باد میکنه، بهت میخندن. باران گفت: ما تو سیرک به این چیزا نمیخندیم. سیرک پر از آدمای متفاوته. آدمایی که پدر مادرشون دوست داشتن اونا شغل دیگه ای داشته باشن، ولی اونا سیرک رو انتخاب کردن. همشون هم خوشحالن. بیا بریم پیش آقای کدو حلوایی. اون همه عصبانی ها رو خوشحال میکنه. آقای کدو حلوایی مرد عجیبی بود. توپل و کوتاه، کت سبز مغز پسته‌ای پوشیده بود با پیرهن صورتی و کراوات زرد. روی صورتش هم یه ماسک کدو حلوایی داشت با لبای خندون و چشمای مثلثی کوچیک. تو پریسا رو دید گفت: ببین کی اینجاست؟ یه دختر بچه با کله پر از رویاهای بزرگ. پریسا خیلی تعجب کرده بود که آقای کدو حلوایی ذهنش رو خونده. کدو حلوایی گفت: بریم اتاق رویاها، بهت خوش میگذره. اونو به اون اتاق شگفت انگیز رفتن. پر از لباسای رنگ و رنگ، کلاهای جور و جور، عصاهای عجیب و غریب، نقاشیهای خنددار و عروسکهای پشمالو. اتاقی که هم تهش بود مثل اتاق پروویل لباس فروشی ها. اتاقی به رنگ آبی آسمانی که بالاش نوشته بود: اگه رویاهاتو فراموش کنی خیلی زود میمیری و مجسمه میشی. آقای کدو حلوایی در اتاق رو باز کرد و تعظیم کرد. پریسا هم ترسان ترسان وارد اتاق شد و
رنگین کمانی از نور اونو برداشت و با خودش برد. اول خودش رو توی رینگ بوکس دید. با یک حریف درشت هیکل مبارزه کرد و شکستش داد. بعد سوار تریلی شد و توی جاده های پیچ در پیچ جنگلی ویراج داد. بعدش هم توی مکانیکی یه بنز معرکه قدیمی رو تعمیر کرد. وقتی به اتاق آقای کدو حلوایی برگشت، چشمش از خوشحالی برق می‌زد. حالا دو تا دوست خوب داشت. پسری که شبیه پسرای معمولی نبود و آقای کدو حلوایی که یادش داده بود اگه رویاهاش رو فراموش کنه مجسمه میشه. خب اینم از داستان امروز. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. تا داستان بعدی شب و روزتون خوش.